بسم الله الرحمن الرحیم. ما در درس 29 تجوید قرار داریم. امروز ما صفات لازمه غیر متضاد میخوانیم. در درس‌های گذشته ما راجع به صفات لازمه متضاد خوانده بودیم و او را خلاص کردیم الحمدلله، و گفتیم که شامل 5 گروپ است و در هر گروپ 2 صفت بود که مجموعاً 10 صفات میشد و در برگیرنده تمام حروف بود. همین 29 حروف همیشه در بر میگرفت. کدامش که به ضد یکی دیگه بود، اگر یکیش 15 تا را میگرفت دیگه 15 تا را میگرفت، اگر یکیش 10 تا حروف در بر میگرفت دیگهش 9 تا حروف در بر میگرفت. همین رقم مختلف تعداد حروف در نظر میگرفتن. در صفات لازمه غیر متضاد تنها و تنها 14 حروف است و شامل 7 صفات است. کدام صفات است؟ صفات صفیر، قلقله، لین، انحراف، تکریر، تفشی، استطالت. یکی ای 7 صفات است و شامل 14 حروف است که شامل حروف صاد، سین، ظا، قاف، ب، تا، جیم، دل، یا، واو، لام، را، شین، ضاد. ای خلاصه از صفات لازمه غیر متضاد بود که یک اندازه بر شما معلومات دادم. میریم صفت اولش سعی میکنیم که صفت صفیر است. ای صفیر در لغت صدای تیز میگن، مثل صدای زنبور یا صدای گنجشک، آواز گنجشک. و در اصطلاح حروف ای است که ای صفت حروفی که به ای صفت متصف هستن در انگام ادا از مخرج با صدای تیز ادا میشه و صدا از شگاف وصل دندان پیش رو خارج میشه. در صاد زیاد دیده میشه، در حرف زا کمتر دیده میشه و در سین وسط دیده میشه. مثلا میگیم بسم الله، شما سعی کنین حرف سین سعی کنین بسم الله. ما در سابق گفتیم که سین که هست از جمله حروف همس است که صدا در اول بالا میشه و وقتی که هوا خارج میشه پایین شده میره. بسم الله. و در اینجا علاوه از این که صدا در اول بالا است پایین میشه، می خود می سین وقتی که ما تلفظ میکنیم یک رقم صدای تیز یا صدای مثل زنبور و یک اس صدا داره که هوا از بین دندان تیر میشه. این میره صفت صفیر میگن. بسم الله. لغت دیگر سعی کنین اسوامد. اسوامد در صاد میبینین خوب معلوم میشه. در لغت دیگه ببینین زلزله، زلزله. و در حرف لغت دیگه ببینین فسبح، فسبح. ای صفت صفیر بود. میریم به صفت قلقله. قلقله بسیار مهم است که ما بفهمیم که قلقله در کجا میکنیم، که ای در 5 حروف دیده میشه. حروف قاف، تا، ب، جیم، دل، کیر به نام قطب و جده نام یاد میکنن و قطب و جده هم یاد میکنن. هر مملکت هر رقم حرکت برش میده، خب مطلب این 5 حروف است. قلقله در لغت جنبش و اضطراب میگن و در اصطلاح منعکس شدن صدا از مخرجش در حین ادا. و علت قلقله موجودیت صفت شدت و جهر در یک حرف است. علما قلقله را به 2 گروه تقسیم کردن، قلقله صغرا و قلقله کبرا. قلقله صغرا او قلقله را میگن که حروف قلقله در حالت سکون در بین کلمه یا در بین آیت بیه. و قلقله کبرا او قلقله را میگن که در آخر کلمه یا در آخر آیت بیه.
یادتان باشه قلقله صغرا در بین کلمه یا در بین آیت و قلقله کبرا در آخر کلمه یا آخر آیت بیه. بعضی از علما، بعضی علمای تجوید امی قلقله را به سه گروپ تقسیم کردن. میگن قلقله صغرا، قلقله وسط و قلقله کبرا. بعضیش در وسط هم اینجا یک تقسیم بندی را آوردن. صغرا را میگن قلقله که در بین کلمه و یا در بین آیت باشه. قلقله وسط او را میگن که در آخر آیت باشه اما در سکون باشه. و قلقله کبرا او را میگن که در آخر آیت یا در آخر کلمه باشه اما مشدد باشه. این را قلقله کبرا میگن. در اینجا شما ببینین، ما اینجا یک چند لغت نشته کردیم. یقتلون، این قاف که هسته در وسط است، در وسط کلمه است و ای قلقله صغراست. و لم یلید و لم یولد، دیدین که ما دال در آخر قلقله قوی کردم به خاطر که در آخر کلمه، در آخر آیت است، از او خاطر ایره ما قلقله قوی کردم. اما در لم یلید امی دالش ما اینقدر قلقله تیز نکردم، رقم یولد آخر، به خاطر از اینکه ای در وسط آیت است. در آخر لغت است اما در وسط است. این میگن قلقله وسط. و الحق، الحق، این قلقله کبرا میگن. امید است که شما امروز راجع به قلقله درس فهمیده باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.